سلام و وقت بر شما بخیر. با سرویس خبری این ساعت با من شکری نیازی از شمشاد خوش آمدید. در ابتدا هم سرخط خبرها. افغانستان با عنوان متحد بزرگ غیر ناتو شناخته نمی شود. دوستی امریکا به سود افغانستان نیست. با رسمیت شناختن امارت اسلامی در هماهنگی با جامعه جهانی، سفیر پاکستان تعهد به حل مشکلات مسافرین نمود. و وضع تحریم های تازه سوی امریکا بر ایران. با تفصیل اخبار با من شکری نیازی خوش آمدید. امریکا اراده دست گرفتن از دوستی با افغانستان را دارد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در یک نامه تازه که به کانگرس فرستادن نوشته که افغانستان را با عنوان متحد بزرگ غیر ناتو نمیشناسد و این موقف را از آن دوباره میگیرد. امارت اسلامی میگوید که دوستی امریکا در گذشته هم به جای سود افغانها را متضرر ساخته و آنها در رابطه به این فیصله هیچ نوع نگرانی ندارند. رئیس جمهور آمریکا در یک نامه تازه به کانگرس نوشته که بیش از این نمیخواهد افغانستان را در قطار متحدین خود بشمارد. نانسی پلوسی رئیس کانگرس نامه بایدن را خواند که در آن نوشته شده بود که افغانستان کشور متحد غیر ناتوی آن نیست و میخواهد این موقف را از آن بگیرد. بر اساس فقره 517 طرزالعمل همکاری های سال 1961 وزارت امور خارجه به شما خبر داده می شود که افغانستان بعد از این متحد بزرگ غیر ناتوی آمریکا نخواهد بود. امارات اسلامی در واکنش به این فیصله بایدن گفته که دوستی آمریکا به جای سود بر آنها زیان وارد کرده است و افغانها همیشه تحت این عنوان رنج کشیده اند. در رابطه با فیصله رئیس جمهوری آمریکا که گفته که بدون عضویت در ناتو عنوان متحد اصلی را از افغانستان میگیرد، امارات نگرانی در پیوند به آن ندارد و نه هم کدام سود به افغانستان رسانیده است. در 20 سال گذشته افغانها تحت همین عنوان درد دیدن و خاطر خوبی از آن ندارند. اما مجاهد در صفحه تویترش افزوده که در ساحه تجاری و دیپلماتیک با تمامی کشورها روابط خوب و باوری دارند. از سوی دیگر کارشناسان به این باور هستند که امریکا می خواهد روابط خود را با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه جمع کند و این تصمیم بهانه خوبی شده می تواند. در حقیقت حال کدام فرقی نمی کند بر افغانستان که در این لست باشه یا نباشه، به خاطر که از نگاه قانون امریکا کسانی که در اون لست است امریکا می تواند بر اونا صلاح بده و بیزو بر افغانستان را صلاح نمی ده. حکومت طالبان به رسمیت نشناخته و در حقیقت گپ دیگه ایست که افغانستان از امریکا از این صحنه هم دور شده، از صحنه آسیای مرکزی افغانستان پاکستان خود دور کرده. بالاخره واشنگتن در سال 2012 افغانستان کشور متحد غیر ناتوی خود اعلان کرد و به اساس قانون نظامی امریکا این اعلان سبب گردید که سلسله فرستادن اسلحه و تجهیزات به کابل را آسان سازد. وزارت امر بالمعروف میگوید حجاب فرض است و باید تمام زنان آن را عملی سازند. این وزارت تا یک نشست خبری امروز از تمامی زنان خواست که حجاب اسلامی را عملی ساخته و اگر عملی نشود به اساس قانون بند و تعزیر خواهند شد. مسئولین وزارت نامبرده می افزایند با منظور عملی سازی اصول اسلامی و جلوگیری از منکرات به سطح ولایت ها و ولسوالی ها نزدیک به 7000 تن را به وظایف گماشتند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر تا یک کنفرانس خبری گفته عملی سازی حجاب یک امر اسلامی است و تمام زنان بر رعایت آن مکلف هستند. مسئولین وزارت یاد شده اضافه می کنند به هدف عملی سازی حکم حجاب 3 مرحله را تکمیل کردند و آخرین مرحله که در آن به متخلفین بند و تعزیر گفته شده عملی نگردیده که در صورت نیاز مجبورند آن را نیز عملی سازند. امیرالمومنین لوری د خزینه و د حجاب پاره چې کوم فرمان راغلی و د هغه څلور مراحل و خلی الله الحمد موږ تر اوسه د بند او تعزیر مرحله ته نه یو رسیدلی. خویندې مو په خپله خوښه
په ډیره سمه توګه تر ډیره حده حجاب مراد کوي او له هغو نورو څخه هم غواړو چې حجاب مراد کړي کومو چې تر اوسه نه وي مراد کړی، ځکه دا د الله جل جلاله حکم دی او عملي کول یې هم دنیا او هم آخرت کې د عزت، عفت، شرافت او ویاړ سبب ګرځي. وزارت امر به معروف به تمامی مسئولین پارک‌های تفریح توصیه کرده که به هدف تفریح جاهای جداگانه را برای زنان ایجاد کنند و اگر جاهای جداگانه نداشته باشند به اساس روزها مشخص گردند که سوی وزارت یاد شده بر این امر توصیه شده و نیز برای زنان و مردان هر دو اجازه تفریح داده شده است. هم دا تیر ورځ د تفریحی پارکونو مسئولینو سره ناسته ترسره شوه او اوغی تا وویل شول چې په کومو پارکونو کې پارټیشن موجود وي، یعنی د نارینه او ښځینه مراجعینو ځایونه سره بیل وي، هغوی کولی شي چې هر ورځ د ښځینه او نارینه په مخ خپل پارکونه خلاص کړي، ځکه تر دې وړاندې ورځې معینې شوې وې د نارینه او د ښځینه لپاره ځانګړې، خو که دوی داسې وکړی شي چې د دواړو تر مابینه پارټیشن موجود وي، نو هر ورځ خزینه هم کولای شي چې د تفریح لپاره پارکونو ته لاړ شي او نارینه هم کولای شي چې د تفریح لپاره پارکونو ته لاړ شي. مسئولین میگویند به تمامی مامورین ملکی و نظامی خود امر کردند که اصول ملی و اسلامی را عملی سازند و در صورت عدم آن برخورد قانونی با آنان صورت میگیرد. وزارت نامبرده میافزاید از تمام حلقات خودسر و غیر قانونی جلوگیری میکنند که تحت نام محتسب در نتیجه سوء استفاده نامناسب صورت میگیرد. د دې لپاره خپل د مشرتابه د هدایاتو او د وزارت د هدایاتو او د خپل لایحې او د طردالعمل مطابق دا پروسه مروانه کړې ده. په دې کې د کشرانو د سپو پسخې ایستل وو او د سنت خلاف سرونه جوړول وو او دا رقم نشي مواد په سپو کې چې یو څوک استعمالوي د دې مخنیوی او همدارنګه د نمونې په تور مې دا څه شیان درته ذکر کړل. د ټولو د مخنیوي په اړه موږ کوشش شروع کړی دی او کوشش روان دی، تر ډیره حده نتیجه ورکړې ده، انشاءالله نتیجه به نوره هم ورکړي. وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید به هدف شنیدن شکایات شماره های تماس 24 ساعته را فعال کردند و به تمامی مشکلات مردم رسیدگی میکنند. آنها اضافه میکنند که در نزدیک به یک ماه گذشته 200 شکایت ملکی و نظامی را دریافت کرده و به هدف الان اقدام میکنند. وزارت یاد شده میگوید جلو تمامی منکرات را میگیرند اما اولویت به منکرات میدهند که جامعه و اصول اسلامی را متضرر میسازد. به رسمیت شناختن امارت اسلامی یک موضوع تدریجی بوده و با هماهنگی جامعه جهانی و کشورهای منطقه صورت خواهد گرفت. سفیر پاکستان در کابل میگوید کشورش عضو جامعه جهانی است و در موضوع به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان با شکل سلسله وار با هماهنگی جامعه جهانی عمل خواهد نمود. منصور احمد خان در مصاحبه با شمشاد برخورد نامناسب با مسافران در تورخم و سپین بولدک را پذیرفته و تعهد نمود که ظرفیت را بلند برده و برای عبور و مرور سهلتر از ایجاد راه‌های بیشتر نیز خبر می‌دهد. سفیر پاکستان در مصاحبه با شمشاد در کابل گفته حکومت فعلی افغانستان را به تنهایی نمیتواند به رسمیت بشناسد. او می افزاید این یک موضوع تدریجی می باشد. منصور احمد خان می گوید پاکستان نیز یک کشور عضو جامعه جهانی بوده و این امر با هماهنگی جامعه جهانی و کشورهای منطقه صورت خواهد گرفت. به رسمیت شناسی امارت اسلامی یک موضوع سلسله وار می باشد و اینکه پاکستان عضو جامعه جهانی می باشد، پس به همین دلیل تمامی اقدامات بعدی در مشوره با جامعه جهانی و کشورهای منطقه صورت خواهد گرفت، که این گام یک اقدام تدریجی بوده که بر اساس واقعیت‌های موجود در افغانستان بنا می باشد. سفیر پاکستان پذیرفته که با افغان‌هایی که از رای تورخم و سپین بولدک به خیبر پشتونخوا و پاکستان رفتند، برخورد نادرست صورت گرفته و رفت آمد نیز دشوار شده است، اما تعهد سپرده تا در این راه‌ها ظرفیت را بلند برده تا با این امر روزانه از این راه‌ها هزارها تن عبور و مرور نمایند. به طور مثال از چمن و تورخم روزانه 5000 تن عبور می‌کنند
ما باید در آنجا ظرفیت را بلند ببریم تا روزانه از این راه حدود 10,000 تن عبور کنند. در بخش تجارت و ترانزیت ما در راه‌های غلامخان و خرلاچی می‌بینیم که قطارهای طولانی موتورهای باربری استاده هستند و ما باید سهولت‌هایی را در بخش انتقال این مواد تجارتی که از افغانستان به پاکستان و یا هم برعکس آن صورت می‌گیرد ایجاد نماییم. منصور احمد خان تعهد سپرده تا سهولت‌هایی را در بخش اخذ ویزای پاکستان به میان آورد و تلاش می‌ورزند تا در مدت کم ویزای بیشتر را توزیع نموده تا ازدحام مردم کاهش یابد. اگر ما توزیع ویزا را سرعت بخشیم ازدحام مردم کاهش می‌یابد. این رفت آمد میان مردم است و در این زمینه کار زیاد باید صورت گیرد. اما من از طریق برنامه شما به افغان‌ها اطمینان می‌دهم تا پروسه توزیع ویزا را سرعت بخشیده و در مدت کم ویزای زیادی را توزیع خواهیم کرد. سفیر پاکستان اطمینان داد تا در چند روز آینده پالیسی را عملی خواهد نمود که با این امر لاری های ترانزیتی افغانستان در مسیر راه خالی نخواهد گردید و این لاری ها تا اسلام آباد پاکستان، سیالکوت و بندر واگا انتقال خواهد یافت. استفاده از دستار خارجی در داد و ستد مردم را نگران ساخته است. کارشناسان اقتصادی میگویند استفاده از دستار خارجی در داد و ستد روزمره باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر خارجی گردیده و این امر تاثیر مستقیم بر عواید کشور نیز دارد. کارشناسان از دولت میخواهند تا استفاده از دستار خارجی را به شکل بانکی باشد و یا هم فیزیکی در داد و ستد پرهیز نماید. از سوی دیگر در افغانستان بانک از تاجران مردم خواسته تا در داد و ستد روزمره از پول افغانی استفاده نمایند. اندازه باندی چې د افغانۍ او د چلن ساحه کوچنی کیږي په همغه اندازه باندی مستقیما تاثیرات په اقتصاد باندې وي. دا چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مارکیټونو کې د بهرنیو اسعارو چلن ډیر زیات شوی دی، نو دا مستقیما د خلکو د باور د کموالي سبب ګرځي. په افغانۍ باندې چې په هر اندازه د خلکو باور کمیږي، په همغه اندازه باندې په ورځنیو معاملاتو کې د هغوی نه کمه استفاده کیږي، چې دغه باور کمواله مستقیما په سپما باندې تاثیر لري او په هر اندازه باندې چې سپما سطح کم شي په اقتصاد کې، په همغه اندازه باندې په اقتصاد کې په افغانستان کې د خارجي کرنسی استعمال مخنیول د افغانستان د افغانۍ یزمنګ او ساسو د افغانۍ د هویت ساتلو په خاطر باندې ډیره مهمه ده چې باید د مخه ونیول شي. اوس اکثره ولا سرحدي ولایتو کې خارجي کرنسی بیا هم چې افغانۍ کمه ده بلته یې زیږی پیدا کړی دی، نو امارت اسلامي زمونږ هیله ده چې په کلکه د مخه ونیول شي. هغه په د افغانستان بانک د یو مسؤول نهاد په توګه باندې له ټولو هیوادوالو سوداګرو او هر هغه څوک چې د سوداګرۍ او د بازار په برخه کې فعالیتونه کوي غوښتنه کوي چې په ټولو راکړو ورکړو کې د افغانۍ او څخه کار واخلي. له هغه ځایه چې وایو چې افغانۍ زمونږ ملي هویت دی، د دغه هویت ساتنه او پالنه د افغانستان بانک چې د یو مسؤول نهاد دی، د دې تر څنګ د ولسونو، پانګوالو، سوداګرو او د ټولو مسؤلیت دی او دا مسؤلیت به په شریکه تر. جرمنی از کمک 50 میلیون یورو به افغانستان خبر می دهد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل اعلان کرده که این همکاری در بخش کمک های بشری خواهد بود که به خانواده های نیازمند داده می شود. اما کارشناسان اقتصادی می گویند قبل از کمک های بشری باید به مردم زمینه های کاری فراهم گردد. اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل از کمک های 50 میلیون یوروی کشور جرمنی با خانواده های نیازمند در افغانستان خبر می دهد. جرمنی دومین کشور کمک کننده در بخش کمک های بشری با افغانستان است که از سال 2016 به این سو 152 میلیون یورو کمک کرده است. جرمنی از کمک 50 میلیون یورو در سال 2023 هم با افغان ها خبر داده است.
کارشناسان این کمک ها را با خانواده هایی که وظایف خود را از دست دادند مهم خوانده و تاکید دارند که نهادهای کمک کننده کشورها و سازمان ها باید اولویت به افغان های متضرر از حوادث طبیعی اخیر بدهند. آنها علاوه از کمک های بشری به افغان های نیازمند تاکید دارند که به هدف جلوگیری از فقر باید زمینه کار دائمی برای مردم فراهم گردد. که باید اول سی دا باید با صحیح توگه بانی منظم توگه بانی باید مدیرات کرل سی او دوی تا چی کم استراری حالاتی پیغو که دوی تا بشری برستی پا حقا توگه ورسی گی چی دوی ضرورتی متباقی حقا نا دولت باید دست مدیرات توگه ورسی چی با تا دی کار زمینه برابر کی. در هر صورتش که باشه فعلا ما باید نمی کمک ضرورت داریم و خود آلمان که با اوچه کمک کرده باز از اوچه حسابگیری میکنه که چی رقم مصرف شد. معلوم دار مصارف خود ملل متحد بسیار بالا است، قسمت کمترش به مردم میرسه، اما امو کمترش هم که برسه در شب و روزی که ما هستیم و احتیاجی که داریم باز هم بسیار خوب است. خشکسالی، بیکاری و تحولات اخیر در کشور هزاران افغان را بیروزگار کرده است و در نتیجه سطح فقر با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. به اساس آخرین آمار در افغانستان بیش از 19 میلیون تن با کمبود مواد خوراکی روبرو هستند و باید کمک‌های عاجل بر آنان برسد. مسئولین امنیتی بلخ از باشندگان این شهر می‌خواهند که به هدف تامین امنیت در روزهای عید با نیروهای امنیتی همکاری کنند. امسال نسبت به سالهای گذشته در شهر مزار شریف تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و در منطقه یک چک پوینت امنیتی ایجاد گردیده است. امنیتی تدابیر بالکل صحیح دی، سلپ و سلو کی دی آمن دا او خلق دی ناراضی دی، بالکل کم مشکل نست که دی شپیه گرده که دی ورزه گرده دی چا دا پارا کم خوف و خطر نست. در ارتباط ما تصمیم گرفتیم با تمام اوضاعات شهر مزار شریف، ما وظیفه دادیم تا کسایی را که مواد انفجاری همی پتافی و پتاسی چیزا را و فروش میرسانه اونها را شناسایی کنه، همین موادایشان را بگیره ضبط کنه و خودشان را به پنجه قانون بسپاره. چرا خرازی؟ چرا اگه زوره داگه برخی جور کرد سپیسی بر کردیم دی بس بی؟ از سوی دیگر به هدف تامین امنیت مردم و بزرگراه‌ها در بغلان گزمه‌های سیار و چک پوینت ها بیشتر گردیده است. مسئولین این ولایت به مردم اطمینان می‌دهند که تدابیر امنیتی را بیشتر ساخته و مردم در مسائل حوادث امنیتی هیچ نگرانی نداشته باشند. مسافرین شهرها و باشندگان شهر خواهان توجه بیشتر نیروهای امنیتی با تامین امنیت خود هستند. هیوادوارو ته خصوصا د بغلان ټوله ولس ته د امنیت په باره باندې ډاډ وکړو. الحمدلله موږ په ټوله بغلان کې په هرې ولسوالۍ کې خصوصا په غټو ښارو کې امنیتي تدابیر مکمل نیولي دي، او تاسو هم امنیتي ځواکونه وینئ چې په هر چک پوینت باندې ولاړ دي او د ټوله ولس حفاظت او ساتنه کوي، او د امنیت لپاره یې خپل شپه ورځ کوشش کړی دی. انشاءالله آینده کې به یې هم کو. این چک پوینت به خاطر امنیت مردم شریف بغلان و مردم شریف همه افغانستان است. به خاطر امین را بازی کردیم که به خاطر فرارسیدن عید قربان ما میخواهیم که امنیت مردم و جان و مال مردم باشه. به خاطر از این چک پوینت را اندازی کردیم که دغلو یلا رشید چسو کابل تزی او سو د کندوز طرف ته مطلب په دغلا را باندې موږ دغه دغه اطمینان ورکو چې په ډاډه زړه باندې دای را تمد وکي. ما فعلا از امنیت کې امارات اسلامی تامین کرده از راضی هستیم و خواهانی هستیم که در آینده همچون امنیت تامین باشه و فعلا مردم در یک آرامش سرتاسری زندگی میکنن. تعداد تلاشیگان او چکپاینونه واچی پلاره تر څو موږ په امن په فضا کې خپل اختر ولمانځو. با دلیل وضعیت بد اقتصادی بسیاری از خانواده ها توان خرید مواشی را برای قربانی ندارند.
در کابلان ده خانواده هایی که درید های گذشته قربانی می کردن می گویند. در اینیت در کنار این که توان خرید ضروریات اولیه اید را ندارند، حتی توان قربانی کردن را نیز ندارند. آنان می افزایند احتیاجات امروزه آنان پیدا کردن لقمه نان شده، نه قربانی کردن. یک روز قبل از عید سعید عطا، ده ها یا هم صد ها خانواده در کابل وجود دارند که در سال روان به دلیل وضع بد اقتصادی توان قربانی کردن را ندارند. نه دمو کړي پوچی یو که پیسې شته نه پوچی شه قربانی وکي ها قربانی خو یو پرګه چې نه بوټان اخته شه نه کلی اخته شه نه قربانی او پوچی شه وکي که پیسې به هر تبو وکي یو بل تبو کوماک وکي غریبانو تبو ارته وکي چې ته خپل نه چې غریبانو تبو ته وکي قربانی خو شه ستنه جوبونه خالی دي نه کارونه ستنه وزګارونه ست نه چېستا نه په جوب کې پیسې لرو وړوځي کومه هغه ترشیدلی غوړی تیل دا هغه وجدانو. اکثریت آنان میگویند ضروریات امروزه تنها پیدا نمودن نفقه می باشد، نه اینکه آمادگی ها را برای عید بگیرند و یا هم قربانی نمایند. یاره و دست دست وین ما نجم کیست و نکور کی چه دست هیلم خلاتا دن قربانی سر سوی ها قربانی و پات پات دا کاله و کول دی کول چو دا نست دی پسو چې کول سی په با یک مل مره جو تا پکې. یک تعداد باشندگان شهر از این حالت خسته شدند و از حکومت می خواهند تا برای مردم زمینه کاری را فراهم سازند. اکثرا خلق اقتصاد چی دیر دیر ضعیفه ده او قربانی دیر محدود خلق قربانی کوي. په دې خاطر چې دا اقتصادونه ضعیفه دي، کار نشته، روزګار نشته. صحیح ده چې امنیت تامین ده، امنیت تامین ده، خو ولر کار نشته، روزګار نشته. نو خلق خپل د روزی پیدا کولو په خاطر باندې چې حلال نفقه خپل اولاد لپاره پیدا کی، نو هغه لا نشته قربانی خو لا پرې رغړي رغټه خبره را. این عید قربان در سال روان زمان فرا می رسد که بعد از سقوط نظام قبلی بیشتر مردم وظایفشان را از دست دادند و بیکار شدند. وسط فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر در حال افزایش می باشد. مردم هم از حکومت می خواهند تا کار نیمه تمام پروژه های انکشافی را آغاز نمایند تا برای مردم زمین اشتغال زایی فراهم گردد. و در پایان سپاسگزارم از شما و همکارانم. سرویس خبری این ساعت در همین جا به پایان میرسد. وقت بر شما بخیر. خداوند نگهدار.